سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال خودتون، کانال پرژن کریپتو. من محمد هستم، خوشحالم که با یه ویدیو دیگه در خدمتتونم. توی این ویدیو میخوایم در مورد استوب فایننس، یکی از قوی ترین کیفول های موجود بر روی بستر سولانا صحبت بکنیم، پس با ما همراه باشید. در ویدیو قبلی ما در مورد کیفول فانتوم توضیح دادیم. فانتوم جزو اولین کیفول هایی هستش که روی سولانا اومد. کیفول به شدت قوی بود و تا اینکه استوب فایننس اومد، تمامی دکس ها و دپ هایی که روی شبکه سولانا کار میکنن از فانتوم پشتیبانی میکنن. اما باید دقت داشته باشید که استوب فایننس یک رقیب بی‌نظیر برای فانتوم حساب میشه. حالا وقتی که ما بریم توی سایت و بررسی بکنیم خودتون متوجه خواهید شد. خب یه سر استوب فایننس بزنیم. خب این سایت استوب فایننس هستش که میگه بیلتون سولانا. ببینید ما ولت داریم، دکس داریم، NFT داریم، داو، مدیا، داکیومنتس. خب بریم روی ولت. کراس پلتفرم هستش، نان کاستدیال یا غیر امانیه. سواب میتونید بکنید توکن هاتون رو. دپ اگریگیتره، یعنی شما توی دپ های مختلف میتونید برید. مثلا دقت کردید توی تراس والدتتون میتونید برید پنکیک سواب، این هم همینه. اینها باید یه قسمت دپ اگریگیتور داشته باشن تا بتونن توی دپ های مختلف برن. و NFTs and collectibles، NFT هم میتونید باهاش کار بکنید. خب میگه از تعداد دستگاه های متعدد میتونید دسترسی داشته باشید، میتونید دپ های سولانا رو باش بگردید، میتونید تسلط کامل روی اکانتتون داشته باشید. اینجا میگه دانلود میتونید بکنید از جاهای مختلف، از تو کروم داره، میتونید برای اندروید، برای گوگل پی، اپ استور. خب بذار ببینم روی اپ استور هم من دانلودش بکنم. ببینید هیچ فرقی نمیکنه. من یک کلیپی که برای متامسک ساختم، یک دوست عزیزی اومد و کامنت گذاشت که این چه فایده ای داره وقتی که آموزش کیفول موبایلیش رو نذاشتید. ببینید اینا واقعا فرقی نمیکنه. شما محیطش رو توی کامپیوتر ببینید، توی گوشیتون هم همونه، فقط یکم ظاهرش تغییر کرده. خب این نصب شد، من اینستالش میکنم، با همین خدمتون آموزش میدم. اینم تا چم فعال کنم، حالا تا دانلود بشه میگه که پورتفولیوتون رو روی این دیسنترالایز بسازید، سریع، امن و خلاقانه. میتونید مینت بکنید، کالکت بکنید و به حراج بذارید NFT هاتون رو. برای NFT هم میگه کاربرد داره. این پروژه توسط سرتیک آدیت و وریفای شده. سرتیک یک پلتفرم بلاکچینی هستش که توی امنیت و سکیوریتی کار میکنه برای بلاکچین ها. خیلی پلتفرم قوی هستش. پنکیک سواب توسط همین آدیت و وریفای شده و تضمین میکنه که دارایی ها اگه به سرقت رفت یک جور بیمه میکنه اونها رو و با هم حوزه امنیت و هم حوزه بیمه داره کار میکنه. اینوسترها وحشتناکن. ببینید سولانا کپیتال هستش، آلامدا ریسرچ هستش که بخش تحقیقاتی هستش برای سولانا اگه اشتباه نکنم، سکویا کپیتال که یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاریه، میشه جزء 4 شرکت اول در نظر گرفت. اسپارتان، اگه همون اسپارتانی باشه که رو شبکه بایننس اسمارت چین هست، یک دکس بسیار قوی هستش. دیگه اینها رو آشنایی ندارم. فنبوشی، ببینید فنبوشی چه، اون که هیوبی، آخرم هیوبی هم که خود صرافی هیوبیه. فنبوشی کپیتال یک صندوق سرمایه گذاری با حضور ویتالیک بوترینه. فرض بکنید ویتالیک بوترین توی اون عضو هستش، جزء هیئت مدیرهش هستش و اینها تصمیم میگیرن و پروژه های خوبی سرمایه گذاری میکنن. این پروژه ها احتمال ایردراپ خیلی بالایی دارن، شرکت، یعنی پروژه هایی که فنبوشی پشتشونه و هنوز کوینی ندارن. خب اینجا هم که میگه ایمیلتون رو بدید تا براتون نامه بفرستیم. ببینید داوش هم فکر میکنم راه نیفتاده، مدیا، داکیومنتس و غیره. خب حالا ما این کیفوله رو بذارید نصبش بکنیم. خب ما کیفول رو نصب کردیم راستی. خب بریم سراغ کیفولمون. خب این از این کیفولمون، SPL Transaction Send and Receive Tokens and NFT بدون فیز. حالا میگه که ایمپورت بکنم یا کرییت بکنم. اگه ولت دفعه اول میخواییم بسازید کرییت میکنید، اگر نه ایمپورت میکنید. کرییت نیو ولت میزنید، میگه که اگریمنت رو اول باید بزنید.
نیو والت بکاپ، که این بکاپتون رو همیشه روی کاغذ بنویسید. واقعا اصلا میان گوشی ها رو هک میکنن به دنبال این که بگردن این 12 کلمه کجاست، کی فولا رو هک بکنن در این حد. خب این هم مونیک فریزمون هستش، اجازه کپی نمیده، چیکار با بکنیم؟ مجبوریم بنویسیم اینجا نیکست. میگه به ترتیب بذارید دیگه ریتایر. خب ما این کلمات رو وارد کردیم، حالا میگه یک پسورد براتون به خودتون بذارید. ببین یک پینه، من یک پین برای خودم انتخاب میکنم، حواستون باشه که این یادتون نره. دوباره وارد میکنید و میریم توی صفحه اصلیش. این که کیفولتون هستش، این میگه توتال اسید مقدار موجیتون بر اساس یو اس تی تی صفره. خب من اگه بخوام آدرس این رو بگیرم، ریسیو رو میزنم، این رو کپی میکنم و برای کسی که میخواد برام پول واریز کنه میفرستم. آدرس سولانا که بفرستم، سولانا و تمام توکن های زیر مجموعهش رو میتونن برام ارسال بکنن. اینجا هم خود سولانا هم که موجودیم صفره. ریسیو رو بزنم، سند رو بزنم. برای سند هم که به راحتی میتونید آدرس طرف رو بزنید و مقدارتون رو مشخص کنید. الان من سند میخوام همینجوری برم توش، میگه باید سول داشته باشید. اینجا هم که بای هستش که میتونید از مون پی با کارت دیویت و کردیت خرید بکنید. سند و ریسیو رو گفتم، چجوری کوین اضافه میکنید. اینجا این سولانا هستش. خب ما اگه بخوایم کوینی بخوایم بهش اضافه بکنیم، این رو میزنیم. برای مثال من اتریوم رو بخوام اضافه بکنم، روی اتریوم میزنم و خب اضافه میشه. ببینیم که اتریوممون روی چی هستش. آدرسش با DSMF9 شروع میشه، این یعنی اتریوم بر روی بستر سولانا، چون اگه اتریوم بستر خودش بود با 0x شروع میشه. خب این تا این قسمت. بریم بخش دومش. این هم که میدونید دیگه، این هم برای اسکن کردن هستش. حالا ما این اسکن رو اجازه بهش نمیدیم چون روی لپتاپ هیچ وقت اجازه ندید، ولی رو گوشیتون میتونید اسکن بکنید و یک آدرسی رو بفرستید. اینجا تنظیماتش هست که میتونید ولتتون رو منیج بکنید. ما یه دونه ولت سولانا داریم که بازم میتونیم یه سولانای دیگه اد بکنیم. پسوردتون رو عوض بکنید، نتورکتون رو عوض بکنید، مینت خود مینت، پروژکت سروم، تست نت و اسلوپ نت. همون اسلوپ نت که کراس هستش بهتر. تاچ آی دی تون رو میتونید فعال بکنید. خب الان من با لپتاپم نمیتونم فعالش بکنم. لایت مود هم که روشنش میکنه و این هم زبان و این هم درباره ما. تلگرام و توییتر و دیسکورد و وبسایتشون هست. حالا میریم سراغ بخش دوم، NFT collectibles. چه جالبی، پروژه گوت هستش که این بوزها رو میمونه NFT شو رایگان میفروخت. منم خریدم و 1 و 2 سال گذاشتم، منم رایگان گرفتم، نمیدونم بفروشم یا نه، نمیفروشم، احتمالا نگه میدارم. ببینید اینجا قسمت مارکت پلیسش هست که اینجا میتونید NFT ها رو بخرید، یعنی که اگه NFT داشته باشید میتونید همینجا لیستش بکنید. ببینید این پروژه جانگل کات خیلی پروژه معروفی بود، روی ریدیون لانچ شد. جالب برام بدونم فلور پرایسش چقدر هستش. من بعدا یک ویدیو در مورد مارکت پلیس های خرید و فروش NFT توی سولانا براتون میسازم. خب مثل اینکه لود نشد به خوبی، ما از این صرف نظر کنیم، اسلوپمونو بستیم. خب حالا این پروژه جانگل کات بود مثلا، این هم مانکیا بود، این فاگ برز که خیلی معروف و قیمتش وحشتناک رفت بالا، آوروری هم مثل اینکه NFT گذاشته. من خودم تو بلاکست هم شرکت کردم، خوب بود. خب بعدش میریم تو قسمت دب. تو قسمت دب ببینید شما ریدیوم براتون آورده، سولانیوم رو آورده که کوینش اسلیمه، اونم هم ریدیومه دیگه. اینها رو فعلا نمیشناسم، اینا زیاد معروف نیستن و خب معروف ترینش هم ریدیومه دیگه. میگه آیا میخوام به ریدیوم واسه چی؟ بله میخوام به ریدیوم واسه شم. این دقیقاً مثل همین هستش که شما توی تراس ولدتون میرید و وارد دپ پنکیک سواب میشید. ببینید به راحتی اینجا کانکت میکنم به، ببینید چقدر کیفول داره سولانا به اسلوب، کانکت میکنم و خرید فروش میکنم. خب اینو برداریم،
این رو بخش دب هاش. اینجا توکن سوآپش هست، خیلی مهمه. ببینید شما پارتنراش رو دیدید، دیدید که فنگوشی جزء اینوستراش هست، بنابراین غافل نشید و حتما یه تراکنش بزنید، یک سواب باهاش بزنید، بخاطر اینکه ممکنه که کوین بده و توی ایردراپ احتمالیشون باشید. به راحتی اینجا میایم کوینمون رو مشخص میکنیم، مثلا سول به اس آر ام، کل سولی که داریم مثلا به اس آر ام تبدیل میکنیم. اسلیپیج هم که شما میگید که چقدر بالا پایین تر از اون قیمت برای من بخر و بفروش. وقتی شما دیگه واقعا میخوای بخری و نقدینگی پایینه، مثلا 10 میذاری، میگه آقا 10% بالا پایین شد برای من بخر یا بفروش. ولی وقتی که میدونی نقدینگی هست، مثلا سولاناس به ریدیوم دو تا کوین خیلی قوی، میذاری 1%، میگی با 1% اختلاف بالا پایینی برام بخر. و خب بخش آخر هم که یک رنکی رو برده که میبینید که ریدیوم 1.6 میلیارد دلار حجم داره که یکی از دکس های بسیار قوی روی سولانو هستش، میگه کل پولی که قفل شده 12 میلیارد دلار هستش، خیلی رقم بالایی هستش. تی پی اسش 1910 هستش. و ببینیم اینجا نیوز هاش رو میبینید، من خودم ویدیو معرفیشونه که توسط تیمشون میدیدم توی نیوز هم خیلی فعالن، گفتن حتما نیوز ما رو دنبال بکنید، ما سعی میکنیم جدیدترین خبرها رو توی این فضا براتون بذاریم که به دردتون بخوره. و این هم اکتیویتی هستش، خیلی جالبه، آیدیو داره میذاره، دقت بکنید آیدیو داره میذاره. و اینکه شما میتونید شرکت بکنید عین پنکیک سواب، یعنی که پنکیک سواب یه تایم اومد فوق العاده قوی، حتی دکس های روی اتریوم به پاش نمیریزن، کم کم دکس های اتریوم دارن خودشون رو باهاش تطبیق میدن و سولانا یهو یک همچین دکسی اومده روش فعالیت میکنه. این هم میگه که یک آیدیو یعنی اینیشال دکس آفرینگ، یعنی اینکه عرضه اولیه توی دکس. و این آیدیو هستش AMA هم که یعنی مصاحبه تیم هستش با افراد و کامیونیتی. صحبت ما در مورد اسلوب ولت تموم شد، حتما سعی بکنید تراکنش داشته باشید، جایی که فنبوشی هست و کیفول به این امکانات هست، امکان ایردراپش به شدت بالاست، بنابراین سعی کنید یک سواب توش داشته باشید تا انشالله یک ایردراپ به اون برسه اگه خواستم بدن. فکر میکنم فقط یوزر بودنش کافی نیست، سواب خیلی مهم هست. اگر هم آیدیو شرکت کردید که خب چه بهتر. خب دیگه من چیزی نمیدونم بگم خدمتتون، دمتون گرم که همراه ما بودی. کلی ویدیو قراره در مورد گیمیفای و متاورس و کسب درآمد از اونها خدمتتون تقدیم بکنیم. دمتون گرم، خدا نگهدار.